همراه هستیم با حسن منصور، اقتصاددان از بورتموس. آقای منصور خیلی خوش آمدید. هواپیمایی هم مثل بخش‌های دیگه اقتصاد دچار مشکل هست. فکر می‌کنید که اساساً صرفاً دلیل تحریم هاست یا نه دلایل دیگری هم پشتش هست؟ نه، این مسئله رو باید در پرتو برخورد جمهوری اسلامی به امر سرمایه گذاری دید. ببینید، ما حساب سرمایه بانک مرکزی رو همیشه رصد میکنیم. از آغاز جمهوری اسلامی تا کنون درآمد از درآمدهای نفتی و درآمدهای غیر نفتی بالغ می شود به حدود 3000 میلیارد دلار. شما این رو مقایسه بفرمایید با مجموعه درآمدی که از زمان مظفرالدین شاه تا پایان محمد رضا شاه حاصل شده 138 میلیارد دلار بوده. با اون چه کارها انجام گرفت و با این درآمد حدود 3000 میلیاردی چه انجام گرفتی؟ ما ارقام واردات ایران رو هم داریم. مسئله این است که امروز نیاز فقط نیاز ناوگان هوایی و زمینی نیست، فقط نیاز ناوگان ریلی ایران نیست، ناوگان زمینی نظیر راه‌ها و تریلرها، تمامی اینها دچار فرسودگی، انواع سرمایه گذاری های زیر ساختی در ایران دچار فرسودگی است و اینها رو شما در آمار خود بودجه میتونید ملاحظه بفرمایید. ببینید، رقم سرمایه گذاری در زیربناها که به صورت نرم باید حدود 30-35% بودجه رو تشکیل بده، عملا به 12% کاهش پیدا کرده که اونم انجام نمیگیره. در نتیجه کمبود سرمایه گذاری تمام زیربناهای اقتصادی کشور رو و امنیتی کشور رو زمینگیر میکنه و عملا مسافرت با هواپیما و قطار رو به صورت یک امر خطرناک در میاره با این سوانهی که در ایران انجام میگیره. آقای منصور، با توجه به این وسعت ایران فکر میکنید که اگر وضعیت همینطور ادامه پیدا کنه و با توجه به اینکه به اصطلاح صنعت مهمی هم هست، چه اتفاقی رو باید شاهدش باشیم؟ ملاحظه بفرمایید، امروز برای ترمیم این ناوگان هوایی ما در حدود 25 تا 30 میلیارد دلار نیاز داریم که حدود 400 فروند هواپیمای نو با استانداردهای جهانی بخریم. اما هواپیماها، این مسئله در مورد ترمیم کمبود لوکوموتیو های قطار در حدود 1.5 تا 2 میلیارد دلار نیاز داریم. شما اینو مقایسه بفرمایید با 30 میلیارد دلاری که ما در سوریه هزینه کردیم. فقط یک قلم کالا در سوریه، یک قلم هزینه به گفته مسئول، عرض کنم، مسئول امنیتی در مجلس. شما اینا رو مقایسه برنامه با هزینه های دولت میکنه روی، عرض کنم، نیابتی هاش. در نتیجه این ارقام بسیار مهمی هن که به سرنوشت مردم، به جامعه، به اقتصاد مربوطن. اگر اینا انجام نگیره قطعا کارآمدی یعنی پروداکتیویتی در اقتصاد ایران افت میکنه. نرخ رشد پروداکتیویتی در طول 44 سال گذشته تقریبا صفر در ایران. به این ترتیب شما داده هایی که به اقتصاد میدید واریز میکنید، در برابرش ستانده کافی دریافت نمی کنید. به این ترتیب اون باراوری افت میکنه. علتش کمبود سرمایه گذاری یا نبود سرمایه گذاری مساعد هست. ممنونم از شما، حسن منصور، اقتصاددان.